به نام خداوند بخشاینده و مهربان، عرض سلام و ادب خدمت عزیزایی که بیننده برنامه امشب هستین. امیدوار هستم خوب باشین. آغاز شد برنامه خودتان، برنامه امشب، و ما هم در خدمت شما هستیم با جمع از همکارا. و امشب ما یک مهمانای عزیز داریم که لباسای مقبول را نام خدا هم تو طراحی کرده، دیزاین کرده و خودشان آماده ساختن، آوردن. در برنامه شما هم میتونین که لباسای مقبول دیدن بکنین، و همچنان اگر چیزهای متفاوت در ذهنتون دارین میتونین که خریداری بکنین. یکی بیشتر در مورد از این لباسا برای ما معلومات بتن. از مهمان عزیز ما خانم نازنین احمدی دعوت میکنیم که بیاین بیشتر در مورد خودشان، لباسای مقبول که امشب آوردن در برنامه، و فعالیتاشون بر ما معلومات بتن. خانم نازنین عزیز خیلی خوش آمدین، شب شما بخیر. و بفرمایید. سلام به خودت زاهده جان. علیکم سلام. حاضرین در تالار، بینندگان عزیز که ما را از پرده تلویزیونشان نگاه میکنن، امیدوار هستم خوش و خرم باشن و همچنان یک شب باید داشتنی داشته باشین. انشاءالله. تشکر از خودتون نازنین عزیز. در شروع میخوایم از خودت بشنوم در مورد فعالیت هایتی که کدام چقدر وقت میشه که خودت خیاطی میکنی؟ آیا تنها خیاطی میکنی یا لباسا رو تنها دیزاین میکنی؟ خب من مدت کمی میشه که خیاطی میکنم، تقریبا 5 ماه 6 ماه میشه، و لباس ها رو در کل آماده میکنم، دیزاینشم، طراحیشم و دوختشم میگپا دیگه در کل. یعنی هم خودت میدوزیشان، هم دیزاینش خودت میکنی، تمامش مربوط خودت بلیا. میشه. یعنی چقدر خوب استعداد و فوق العاده داری خیلی که در 5 ماه تانستی که مهارت بیشتر خیاطی رو فرا بگیری و اینقدر لباس های مقبول رو خودت بدوزی؟ یا کسی که تت کمک میکنه اتمن؟ راست بگویم کمک گرفتیم دمی لباس، به خاطر که یک ذره جنجالی بود و وقت ما کم بود، باید چند روز خلاصش میکردم، کمک گرفتم. دیگه ایناش خودم آماده کردیم. ایناش خودت آماده ساختی. به دوستا هم چنان نشان میتیم در تصویر. ما فکر میکنیم ای هم از دیزاین های است که یعنی سر لباس پوشیده میشه. بله، ای از خود لباس ماکسی دراز داره، آستین نیمه که گرد گلون بسته میشه سرش. یک دیزاین فکر کنم عربی است. بله، و کلن کار دست است. خب اینا رو هم خودتان آماده می‌سازید؟ بله بله. بسیار مقبول است و دختر خانم‌ها بسیار دوست هم دارن این قسم. بله، این بسیار چیز ظریف است و ظریفه دوست دارن، و دختر خانم‌ها میتونن که این پیش شما بیاین، از قسم دیزاین‌های مقبول حتما فرمایش بتن، خریداری بکنن. این بازدارنگ سیاه بسیار مقبول میکشه. بله خب اینا این نظر به لباس آماده میشه. اول رنگ لباس انتخاب میشه و بعدش رنگ از انتخاب میشه و آماده میشه، سفیدشون میشه، گفته شما سیاهشون میشه. این خود رنگ طلایی با لباس سیاه بسیار مچ میکنه. بله بله. خب من ترجیح دادم سرخ باشه. با طلایی؟ بله. طلایی هم با سرخ؟ بله. خوب معلوم میشه، ولی سیاه بیشتر قشنگ میگه. بله بله. خب من تو یک چیز ترجیدم، چون بار اولم بود، اگر خوب آمد باز دیگه. شما خواستین یکان نوآوری بکنین که بسیار مقبول است. خب این هم فکر کنم دستکاول از این لباس هست، بسیار ظریف و اما تا انتیک است که میتونن دختر خانم هم استفاده کنن. البته با این لباس قشنگش است که ست شده با امید دستکاول مقبولش، که میتونه که لباس های مقبوله بخرین، بپوشین، اما تو دیزاین های شیک و مقبول. این لباس تقریبا هزارگی است که زیادتر استفاده میکنن، و من خواستم یک چیز متفاوت باشه، یعنی زیاد استفاده میکنن از این چیزا. اینجا هم یک لباس مقبول است، لباس های افغانی است، که لباس های افغانی هم تو خوب گرنگ میباشه. این هم میشه که یکم به معلومات به دوستا بتین، و یکی چقدر وقت شد که خودتان این را دیزاین کردین، دوختین، و مردم هم میتونه که دختر خانم ازش خریداری بکنن. ای تکی بخمل لاکی است، چرمایش ماشینی کار شده، یخنش کار دست است، و دیگه دایی تقریبا 1-5 روز را در بر گرفت، و اون با کمک یک نفر که اگر وقت برنامه زیاد می بود، وقت زیاد می داشتم، یعنی تا روز برنامه خودم آماده می ساختم. خب خاطر که وقت کم بود، باز از دوستم مریم جان، یعنی همکاری کردن دوستان. بله، یک و لباس های مقبول را خودتان دانستین که دیزاین بکنین. واقعا مقبول است لباس هم. اینجا یک لباس دیگه هم است، با دوستان چنان باید نشانش بدیم. میشه که در مورد از این لباس هم بگوین، و آیا از این لباس رنگ های دیگه هم وجود داره یا خیر؟ خب یعنی ما این آماده ساختیم، اما تو دمی رنگ باز میشه که رنگاش مختلف ایجاد کنیم، یعنی میشه که یالانش دیگه رنگ باشه، پیرانش دیگه رنگ باشه. خب من ترجیح دادم یک رنگ باشه.
و اگر ما بیایم پیش شما فرمایش بتم کردی با ما از این لباس بدوزین، باز میگم که یالانش باید یک رنگ دیگه باشه و پایانش همون سیاه باشه که سیاه بله بله. مقبول معلوم میشه. خب این هم لباس های قشنگ بود که خانم نازنین عزیز طراحی کردن، دیزاین کردن، دوختن با زحمت های بسیار زیاده امشب آوردن که من به دوستان نشان بتم. و چی پلان ها و اهداف دیگه داری نازنین عزیز؟ خب یعنی آرزوهای بیشتر دارم، چون زیاد علاقه به خیاطی دارم، زیاد دوست دارم به دیگرها بدوزم، طراحی کنم، یک چیز متفاوت باشه و ببینم چی میشه تا که خلاص کنم، تمام کنم. چون خیاطی از خود وقت لازم نداره، چون هر چقدر که یاد بگیری، هر چقدر که بخوانی خلاصی نداره، مهارتت بیشتر میشه. بله. خب بسیار خوب، تشکر از خودتون نازنین عزیز از اینکه آمدیم شب در برنامه و لباسای قشنگ را آوردیم ما به دوستان نشان دادیم. گفتنی پیام اگر به دوستان همچنان داری بفرما. تشکر، سلامت باشین از دعوتتان. گفتنی خاصی ندارم، فقط اما قدر بر دختر خانم میگم به خاطر رسیدن به آرزویشان کوشش کنن، تلاش کنن، هیچ کار نیست که نشه. یعنی کوشش تلاش تانه کنین، حتما به جایگاهی که میخواین میرسین. که یعنی ایتو نگوین که من نمیتونم به این کار برسم یا این کار کده نمیتونم، تلاش کنین میتونین. و همچنان یک تشکری خاص از استادیر کورس ما دارم که بابت مدیریت عالیشان و همچنان استادای شجان بابت درس خوبشان. و میخوایم یک تشکری داشته باشم از مریم جان دوستم، در این حال خاله جان ما میشه که در طراحی این لباس کمکم کرد. تشکر بسیار زیاد. عزیزان شما هم با ما همراه باشین، میان برنامه خیلی کوتاه میگیریم و بعد از میان برنامه هم با همکارم نجیب همراه باشین که داشته های جالب را اونا هم تقدیم شما میکنم. بازم خوش آمدید وطندارای عزیز. ادامه برنامه امشب هست و در مورد رسیدن به هدف باید بگویم که شما وقتی تعیین میکنین مسیرتون را که مازی او طرف میرم، خب راه رسیدن به هدفتان باید مشخص باشین. من نمیتونم اینجا پای ما بانم او طرف برم، باید از این سمت برم. حالا رفتن از این سمت پس شد یک برنامه. شما چی برنامه دارین به خاطر رسیدن به هدفتان؟ و چطور یک فرد میتونه که یک برنامه داشته باشه به خاطر رسیدن به هدف یا هم اهدافی که تعیین کرده؟ تشکر از اینکه بیننده برنامه امشب هستین. شب شما دوستا به هم بخیر و شب شما همچنان رو ما دعوت کردیم، جناب استاد امین الله شمس استاد دانشگاه را دعوت کردیم تا بیشتر از ایشان بشنویم در همین مورد چطور میتونه یک جوان، یک فرد که به هدف خود برسه. ما جناب استاد دعوت میکنیم تشریف بیارن و همراهشون در همین مورد بیشتر صحبت بکنیم. استاد امین الله شمس استاد دانشگاه، خوش آمدید استاد. شبتون بخیر. بخیر اومدین، خسته نباشید. مهربانی جناب استاد، مطمئن هستم که امروز با شما امروز پرکار بوده. حتما ان شاء الله پرکارم بود، یک کمی رباندانم بود. چی حال دارین استاد؟ بخیر و سلامت باشی. خوب هستن؟ خیرت است؟ بخیر باشی. خیر ببینی. یک نمونه ما پیش کردم، شاید این دوستایی که همیشه حضور پیدا کردن اینا هم همین مشکل داشته باشن. مثلا ما میخوایم که در اون سمت برسم، رفتن ما از همین رو میشه بی برنامگی، ما بالا شام سر میز و طرفم یک خیز بندازم برم ادامه بدم. اما ما باید اون طرف برسم، رفتن ما به اون طرف چی نیاز داره؟ چطور میتونه یک جوان به هدف خود برسه؟ کوتاه. نخست از همه سلام به شما تقدیم میکنم نجیب جان. سلام و حضورین اوزاری که در تالار هستن با اینا تقدیم میکنم و بیننده های عزیزی که از طریق تلویزیونشان ما را تماشاگر هستن. بخیر و سلامت باشین استاد. اولتر از همه باید بگویم که هدف چی است. باید ما اول هدف را تعریف بکنیم که هدف چی است. هدف جایگاه یا خواستگاهی است که ما نهایت سعی و تلاش ما را به خاطر رسیدن به او میکنیم. درست. در خود هدف ما چهار پایه اساسی در خود هدف داریم که عبارت از ایمان است، صداقت است، اعتماد به نفس است و تلاش است. ایمان هدف ما، شما وقتی که ایمان میگیم به کاری که میکنیم به او ایمان داشته باشیم. صداقت ما به کاری که ما، هدفی که ما داریم باید به او صداقت داشته باشیم. که ما خود فریب نتیم که هدف تعیین کردیم، گفتار ما را گفتیم اما صادق نیستیم، در مقابل خود ما صادق نیستیم. درست. ما مثلا تحصیل میکنیم، میگیم که ما آمادگی کنکور میخوانم اما صادق نیستیم. میریم در کورس حاضر میشیم، در صنف حاضر هستیم، جسمن حاضر هستیم، روحن حاضر نیستیم. بله. پس استاد، جوانانی که در کشور خود ما هستن هنوز در افغانستان و جوانانی که خواستن از افغانستان بیرون شون، مثلا قاچاق یک تعداد رفت، یک راههای مختلف را انتخاب کردن،
بی برنامگیشان در افغانستان بود یا هدف خاصی نداشتن یا همی که کسی همراهشان همکاری نکرد که هدف تعیین بکنن؟ مشکل اساسی ما این است که در اول ما هدف نداشتیم که ما رو آوردیم به مسافرت هایی که از راه قاچاق یا از هر راه ممکنه که ما خواسته باشیم به یک کشور دیگه سفر بکنیم و زندگی بکنیم در یک کشور دیگه. گفتار ما به جوانای عزیز امی است که شما هیچگاه در هر کشوری که برین، جایگاهی که در کشور خودتان دارین، اول ایره میگم، اول گفت هدف ما شما سر هدف است، گپ ما شما سر هدف است، اما به جوانای ما باید گفتار باید داشته باشیم، چون تلویزیون است، باید ما به جوانای ما می گفتار داشته باشیم که شما هیچگاه کوشش نکنید که با سفر به خارج رفتن شما خواسته باشین که زندگیتان خوب بسازین، بهتر بسازین. اگر شما هدف نداشته باشین، چی در اینجا باشین، چی در اروپا باشین، چی در امریکا باشین، هیچ از زندگیتان باید در پلویش هدف داشته باشین. درست، هدف بسیار ضروری است. و چیز دیگه ای که به جوانای عزیز ما راهکارهای وجود نداشته که اونا اهداف خود تعیین بکنن و اهدافی که وقتی که ما شما اهداف خود تعیین کردن نتونیم، یک چیز واضح و آشکار است که سردرگم می باشه زندگی ما. بله استاد، از تلاش هم صحبت کردین، یکی از مواردش گفتین در پهلوی صداقت و ایمان تلاش هم است. دقیقاً. حالا تلاش کردن یک جوان به چه حد و حصرش باشه؟ جوانی که ساعت 11 12 به شب به بستر خواب میره در شبای کوتاه و صبح هم ساعت 9 بجه بیدار میشه. ما به این جوانا به انسان‌های مردگان متحرک میگیم. اوه اوه اوه. چطور؟ چطور؟ به خاطر اینکه اونا متحرک هستن، حرکت میکنن، نان میخورن، لباس میپوشن، آب مینوشن، اما کدام هدفی نمیداشته باشن. وقتی که هدف نمیداشته باشه خب مرده متحرک است. باید ما هدف داشته باشیم. ساعت ما تعیین شدگی باشه. چیزی که بسیار زیاد اساسی است در افغانستان که ما شما بسیار زیاد باید توجه داشته باشیم به او یه است که باید ما شما بسیار سر تایم خود فوکس بکنیم، آن تایم باشیم. خواب ما آن تایم باشه، بیدار شدن ما آن تایم باشه، سر درس رفتن ما آن تایم باشه، درس خواندن ما آن تایم باشه و چیزهای دیگه که دوستا به جوانا توصیه ما می است که مربوط شما آرس رفتن نمیشن، ختم رفتن مربوط شما نمیشن، شونشینی ها مربوط شما نمیشد. شما تا صنف 12 هیچ عق ندارین و از شما کسی گلوم نداره که شما باید این کار بکنین. شما باید بارسی برین که از شما کسی گله نکنه. شما باید به ختم کسی برین که از شما باید کسی گله نکنه. نه، شما مسئولیتتون، یگانه مسئولیتتون درس خواندن، تعلیم و تحصیل است که شما بیاموزین که چه قسم. و چیزی اساسی که پیشترم یادآور شدم، تایم است که شما باید آن تایم باشین. خود فریب نتیم ما باید و نگویم که 10 دقیقه بعد خواب میشیم یا 5 دقیقه بعد خواب میشم، یا وقتی که خواب شدیم ساعت ما باید تعیین شدگی باشه که چند بجه باید ما خواب شویم. وقتی که خواب شدیم بعد از خیستن ما باید تعیین شدگی باشه که ما چند بجه باید بخیزیم. زنگ اول کمی زنگ اول ساعتتون کمی الارم کمی میته که باید شما بخیزین، اما دقیقه بعد دفعتن با شروع بسم الله الرحمن الرحیم شما باید بخیزین و برین وضو بگیرین، نمازتان رو بخونین، از همو شروع بکنین به کارتان، به رو به هدفتان. چه جالب، چه جالب. پس با این موردی که شما یاد کردین استاد، یک جوان میتونه که هدفمند شوه. حالا محض هدفمند شدن مسیر میتونه که پیدا بکنه. پس ای که یک مرده متحرک بیدار شوه که برادر بخی ساعت 9 بجه خواب، تا ساعت 9 بجه خواب نباش، ساعت 6 صبح بیدار شو، حرکت بکو به طرف درس و تعلیم و تحصیلت، به خاطر پول درس نخوان. اینمی کلمات، اینمی صحبت ها، اینمی موارد را کی مسئولیت داره به جوان بگه؟ چی دختر است، چی بچه در هر خانه ای که هست؟ در اول خو فامیلای ما مسئول است در مقابل اولاد خود، در مقابل اطفال تا که اونا به سن 18 سالگی میرسن تمام فامیلا مسئول است که به اونا باید یادآور شود و به اونا طریقه درس خواندن، طریقه شش تو برخواست که همراه کی شما شش تو برخواست دارین، چه قسم شش تو برخواست دارین، رفیقای شما کی است و چی نوع شما یعنی تعلیم و تحصیل شما چه قسم میآموزین، از کی میآموزین، در کجا میآموزین. باید این مسئولیت پدر و مادر است که به اونا تعیین بکنه و از اونا آگاهی داشته باشه که شما وقتی که ما به شما پول میتونم که شما کورس میرین یا مکتب میرین یا کورس کامپیوتر را میخونین یا یک کورس دیگر را میخونین، چی قوام مختین شما؟ درست. از استادش باید آگاهی داشته باشه، از خودش آگاهی داشته باشه، نمبر استاد را که
در او کورس که می خوانه نمبر استاد یا مدیر همو کورس داشته باشه امرایشان به تماس شد که آیا همی بچه ما که می چیزی آموختن یا ناموختن و از خودشان بعد پرسان بکنه. و هر چیزی را که ما شما کوشش و تلاش ما را می کنیم، هیچ چیزی خداوند جل جلاله در سوره النجم در آیه 39 می فرماید که لیس للانسان الا ما سعا. هیچ چیز شما مستحق نمیشین مگر به اثر سعی و تلاش خودتون. شما هیچ چیز را مستحق نمیشین. شما به گفتار زیبا فریب نخورین که شما بگین که من کورس میرم. صرف شما خود به کورس رفتن خود فریب نتین که من کورس میرم دیگه هدفم تعیین است. یک نشان دادن باشه، تظاهر باشه. دقیقاً به فامیلا، به بسیاری فامیلا صرف امی یک تظاهر است، یک نشان دادن است که بچه‌م کورس میره. و خوشحال هستن که فرزندشان مکتب رفت یا کورس رفت، ولی که دقیقاً ما هیچ وقتی خداوند جل جلاله به ما و شما چیزهایی را که و روزی را هم به ما و شما خداوند جل جلاله که وعده کرده صرف یک قسم وعده نکرده که شما هر کاری که میکنین بکنین اما به شما من روزی میتم. امی هم دمی آیه 39 در سوره النجم اشاره میکنه که میگه که ما شما را روزی وعده کردیم اما روزی مطلقا به شما وعده نکردیم، شما خودتون باید کوشش تلاش بکنین. بله استاد، با در نظر داشت همین صحبت ها، پس راه حل چی است؟ در کدام سمت و سو خانواده ها پس از این قرار بگیرن اگر تا فعلا توجه نکردن، و جوانان چی باید بکنن؟ اولین توصیه به خانواده هایی است که اونا تقسیم اوقات منظم و خواهشات اطفال خود اونا باید بفهمن، اول تحقیق بکنن. اگر خودشان تحقیق کرده میتونه یا اطفالشان یا همین کسایی که تحصیل چی در مکتب است چی در پوهنتون ها است تحصیل میکنن، اونا باید اول آگاه شوه که همین اطفال من به چی علاقه دارن. درست. ما چیزی را که سر کسی به ذوق و شوق و علاقه خود ما سر کسی تحمل میکنیم، مثل اینکه در زندان سر کسی ما به زور کار میکنیم. در زندان سر کسی ما به زور کار میکنیم، جبران میگیم که تو باید هر قسم که میشه باید اقتصاد بخونی یا کامپیوتر ساینس بخونی. یعنی باید استعمال کردن حتی میل کلمه باید هم فشار است. دقیقاً این فشار است، خودش فشار است که تو باید حقوق بخونی یا دکتر شوی، در صورتی که او شاید بهترین رسام شود در آینده، اما ما او استعدادش تا هنوز درک نکردیم، دریافت نکردیم، از خودش در مورد خودش تحقیق نکردیم و خودش نماندیم که مطالعه بکنه. ما سر او یک چیزی اضافی را که دو رشته استعدادی نداره. این مسئولیت خانواده است که کار نکنن. و خود جوان جناب استاد؟ خود جوان باید تحقیق بکنه که علاقه ما چی است؟ شوق و علاقه خود، اول شوق علاقه خود جوان باید پیدا بکنه که در چی شوق داره؟ در چی علاقه داره؟ بعد از اینکه شوق علاقه خود تعیین کرد، پیدا شد برش که چی چیز داره خوش داره، با کدام را باید حرکت بکنه. هدف واضح شد، سمت واضح شد. دقیقاً. هدف که واضح شد، بعد از او به صورت متواتر که ما هدفم به دو دسته تقسیم میکنیم، به هدف کوتاه مدت و دراز مدت، که هدف کوتاه مدت خود هدف کوتاه مدت مکمل هدف دراز مدت است. هدفهای کوتاه مدت در پهلویی که ما هدف دراز مدت داریم، باید هدفهای کوتاه مدت هفتوار، ماهوار و سالانه داشته باشیم تا مکمل بسازیم هدف دراز مدت ما را که ما تشکر جناب هدف دقیق داشته باشیم. خیلی سپاس. بخیر سلامت باشید. سپاس از حضورتان، از صحبتاتان. جا داره تشکری هم بکنیم از حامی برنامه. بنوشیدن انرژی آیس کینگ قدرت واقعی را حس کرده و از لحظاتتان لذت ببرید. نوش جانتان. ممنون و تک تک شما وطن دار عزیز که تایید بیننده بودید. امیدوار هستم صحبت ها را از دل جان شنیده باشید. ممنون جناب استاد از حضورتان. و وطن دار عزیز، وقفی کوتاه رو ببینید، امشب صحبت و قصه با خود زود برمید. خوش آمدید بینندگان عزیز، ادامه برنامه شب رو میبینید، در خدمت شما قرار داریم. وقتی آدم که همراه پدر و پدر کلان بشینه، کمی خلوت باشه، قصه بکنن، باز پدر کلان ها خدا یار جانشان قصه میکنن، میگن که بچه میگه در وقت ما اتو ایاری و کاکگی وجود داشت که ایج دیگه پرسان نکو. یک وقت میگه ما به خاطر یک همسایه خود فداکاری میکردیم، چقدر زحمت میکشیدیم. بچه شما اتو قصه را شنیدین؟ کسی شنیده باشه که مثلا پدرکلان قصه کرده باشه که یک جای چکر رفته باشن، ما زحمت میکشیدیم، نیمیشه ما میرفتیم سر زمین ها به دهقانی او دور میدادیم که بیای در زمین های ما. بعد از او باز ما دایک جمع میکردیم، از دایک اونم گندم میره که جمع میکنن حاصلات، بعد از باز یک مقدار گندم به نام دایک میتن به کسایی که در اون محله و محیط هستن.
کسی تو قصه شنیده باشه از پدر کلانا که دو پند اندرز و نصیحت بوده باشه؟ کسی مایک به رفیق ما بتین. شبکت بخیر، نامت؟ شب شما بخیر، اسم محمد عثمان است. عثمان، عثمان تو خودت شنیدی کدام قصه؟ بله. چیزی چی شنیدی؟ قصه شنیدم که در وقتا بابا کلان قصه میکرد یک کاری میشه در خانه ما کل ما میرفت یک کاری میکردیم هم دردی بود و حال دیگه آلو گفانیست. تشکر. میروانی از گلکاری گفت چه جالب بود. بچه در بین شما کسی در کاغل اشتراک کرده در خانواده خیش قوم اقارب کمک کرده باشه؟ کاغل در کاغل. او طرف ملت زیاد همکاری کردن. بتیم مایی که به میرفیق ما. مایی که بتیم برش. شبت بخیر. نام خوده؟ شب شما بخیر. در نخست سلام برای شما و بینگان محترم. بله ها کمک کردیم کمک کردی؟ وقتی که کارم ساعت داشت دلچه کش کردی امو دلچه یا دلوه کش کردی یا چی یا گل خوب نه امو گل تر کردیم و پیش کردیم برای گل کدامش سخت است؟ والا کار کلش مشکل است سخت است خود اگر نام خودت چی بود؟ نجیم. نجیم جان در دیواله مهرهی کار کردی؟ دیواله مهرهی دیواله مهرهی وقتی خورد بودم کار کردیم دیوالا سوال خوب پخته کاری شده بود در خانه کاری بود کمک کردیم کدام قصه در باره گلکاری گذشته گو نشنیدیم پس سنم پدر کلان نو قصه کردم والا در گلکاری فقط در یک اپشون تانوزم در یادم است که میگفتن سابق کوچه ها خامه بود مردم ها پخته حالا مو سرک ها پخته شده و مردم ها خام اون پیشتر که یادواری کردین که هم دردی بود روسی هم دردی بود هم دردی نمونه چه صحبت پخته تشکر میربونی بسیار صحبت خوب کرد نجیم جان گفت که سابق کوچه ها خامه بود مردم ها پخته فعلا کوچه ها پخته شده و مردم ها خامه هستند دیگه به هر حال ببینیم که شریف جان و سلطان علی جان اردو همکاران عزیز ما یک اجرای خوب هم آماده گرفتن از اونها هم شما ببینین و بشنوین و برین به کمی طرف گذشته و گذشتگان و ما از اردوش دعوت میکنم و شما هم به افتخارشان کف بزنید خانه ما یک چای بخور تو که بیگانه نیستی باش تو که از خودم هستی ما تو که از یوالای جوانی و جوانی هستیم زنده باشی بیا یک چای ایت دیگه ایت تشویش نکن بفرمایی ما والا یه جان زده شدیم که تو رو چطور پیدا کنم باده که قدر دیر بای بگه که به کنه میرسه انسان به انسان میرسه مدبرات هست چطور هستی تو خوب هستی نوارسا بچه ها خانواده خوب است؟ کلگی جور تایراست مست و علت تو چی حال داری نواسه کایت خوب است؟ بچه که کایت خوب است؟ وقتی که تو رو ندیدیم بیخیام تو گنگم هستیم چی زوانی هایی داشتیم؟ چی خوب قصه هایی میکردیم؟ چی شکرهایی؟ گذر جوانی هم بره؟ احترام نمیگی چی خوب از احترامی؟ همین روسفی را که تیر میشد همین تا که فامیلی اون نفر یک 20 متر بوسو نمیره ما شما فامیلی همین شوخی های بچه ها نیخوره نمیکردیم راست میگی بابا مگم این بچه ها که امروز را سعی کنی همین جوان های امروز همین پیشری رو تفیر های مدرق های چرچات های آدم بخیر چار چوکات ها مدرق های چار چوکات بیرون از چوکات خوب از مزا نمیده بله اون یادت بله. نه که ما تو در مکتب بودیم نه سنف اف بودیم چند بودیم چی قدر روزای خوب بوده روزای خوب بوده بود روزای روزای تلایی میگنه نه یک چیزی به نام روزای تلایی چه خوب روزایی را تیه که مولا عجب عجب ملتی بود عجب مردمی بود احترام انسانیت کردی بزرگی کل چیز جوش اما حال نه خیر ما خب با نوارسای خودم ما فهموندیم با بچه های خودم فهموندیم که اینی خردی و اینی بزرگی است باید بفهمین باید بفهمین خردی بزرگی را احترام شد کنین کلانا را احترام شد یک پیر بزن هم میبینی یک سند کلان هم میبینی سودای شد دستش هم میگرین مگم نیست ما جانمون ببراید راست نیست نیست شریف جان آل نه احترام از نه دگر نه جوان ها را سیل کنه اگه در یک دونه چوکی بشینه تو که دمه محترم تو استاد بشه لق 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 سیل میکنه بازی هیچ که نشد موبایل خود همه کشه در پس کوک میگه چی میگه موره؟ پاسپورت؟ نه نمیده چی که از دکل فیسبوک آنمو پس کوک هست که چیه دیوال از من در دوران ما هیت نبود از ما تو که تلفن داشتیم داشتیم تلفن آز اون نو موبایل های پای نمره ای برانید چقدر وقت های خوب بود خب یا خیر باشه مگر دو جوی که هاو گذاشته باشه باز میگذره باز میگذره باز میگذره تشویش نکن خب آلی اگر برد بزنم شریف جان جان
چی کاروبار میکنی در اینجا هم چی کاروبار میکنی یا بچه های تنها کار میکنه؟ ما خود تقاوت کردیم قرار خانه خواستیم اونم بچه ها میره کار غریبی میکنه ما یکان چکر اگر قدم پارک مارکنیم اینجا میریم آفر خلاص دیگه خوب است خوب دیگه ایشیز نیشد میکنم خیلی اگه بزنم قارقونه میجی نه خدا نکنم یکی امیال بیز و تام بیکار است امام اردوی ما بریم یک ده قدم پارک بشینیم یک نفس تاق بکشیم باز یاد از قدیما میکنیم بخیر چای یکان چای میارن نه 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 بیار نبیار خود دختر نواسا میتون نکرم گیم نه نه ما چای مای نمیخوریم بریم که در پارک یکان چیز دکای دیگه میخوریم از مشربت کس بخیر خوب است خوب مقصد چایم تیار میشه نه جور باشید خوب باشه نیستان بیا بیا نواسا لکایت گفت میزن در گیم پلاس هستم در گیم جیم میگن چی میگن شب بخیر عزیزای بیننده برگشتیم و ادامه برنامه است مهمانک قندول و نازنین هم در کنار ما هست شهرام جان قندول و نازنین شهرام عزیز خوش آمدی عزیزم به برنامه در مایک صحبت کن نامک مقبول تبه دوستا بگن نام ما شهرام از صنف اول یک شهرام جان کدام مضمونای مکتب زیاد دوست داری؟ داری آه دیگه؟ دیگه ساینس ساینس دیگه؟ دیگه دنیات دنیات؟ بس قرآن کریم قرآن کریم کی در درسای مکتب زیاد کمکت میکنه؟ مادر جان یا پدر جان؟ مادر جان کمکت میکنه مای کافرین بلند بگی شهرام جان نام دوستکا و رفیقکا چی است؟ یکش مبشر، یکش شایان، یکش بابا اسفندیار دیگهش خب، کدام شد از یا دوست داری؟ بابا اسفندیار امروی کدام شمی تفریه که اگان خوردنیگه کارم میبری؟ امروی کدام شک جای میخوری؟ امروی مبشر چی میبری در تفریه مکتبت؟ میوه‌جات کدام میوه را زیاد خوش داری دیگه؟ من توت زمینی را هر روز مکتب دیگه توت زمینی میبری؟ خودتو مثل توت زمینی هم تو قندول هستی کس برات گفته بود؟ نه گفته بود این حالا ما برات گفتم خوش شهرام جان کدام ترانه مقبولم با ما آوردی؟ بخوان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دکتر چی مهربونه درد مرا میدونه زخم مرا میبنده با شوخی و با خنده میگه مریض کوچولو کوچولو های کوچولو برو بخواب به خونه دعای تو همینه تا که بشی سلامت خوشحال شاد راحت آفرین به افتخار شهرام قندو شهرام جان عزیز تشکر از خودت عزیزم یک کارت را هم با ما انتخاب کن باز میتونی که بری خب به خانشش نمیگیری نه پتش کنی پتش کنی نه به خانشش نگی اما تو پت کده میگیری بان که دوست داره یک دقیقه آزار بتیم شهرام جان اگر پیام به طفلکای عزیز داری میتونی پیام تا بگویی اگر نداری میتونی او قسمت بری همکارا به خودت یک تحفه هم برد میتن صحیح؟ آه تشکر عزیزم و یک خود در این بخش از برنامه ما یک دختر خانم موفق و فعال را در برنامه در کنار خود ما می داشته باشیم که رسامی میکنن و ای که از چقدر وقت رو آوردن به رسامی کردن و با مو رسامی های زیباشان امشب آمدن در برنامه ماشون دعوت میکنیم بیاین بیشتر صحبت ها را همراه خودشان می داشته باشیم خیلی خوش آمدی عزیز من شبت بخیر و خودت به برنامه خوش آمدی خوش باشیم خب در شروع اگر سلام علیک با دوستا داشته باشی بفرما سلام فرستم بر کسی که ما رو تماشا میکنه سلام خاص بر خودتان علیکم سلام عزیز من انشالله خوب باشی و روز را بخیر سپری کرده باشی ما امشب خودت با مو رسامی های زیبایی که کردی دعوت کردیم که بیشتر در مورد رسامی هایت معلومات بتی و همچنان در مورد خودت اول بر ما بیشتر معلومات بتی سنا سروریستم سنا جان عزیز چند سال عمر داری؟
پانزده سال. یعنی در این سن کم تانستی که رسامی را فرا بگیری و همچنان یاد بگیری هنرش، رسامی های زیبا هم کردی، میشه به دوستا همچنان نشان بدی و همچنان در مورد رسامی های زیبایت بر ما معلومات بدی. تشکر، به خاطر که شوق علاقه داشتم ما میرفتم. پیش کسی یاد گرفتی؟ بله. چقدر وقت شد؟ دو ماه میشه. دو ماه میشه، یعنی در مدت بسیار کم تانستی رسامی های زیبا بکنی. اما را به دوست همچنان نشان بتی، اما قسم طرف کمره بگی، دوست همچنان میبینن و همچنان معلومات بتی در مورد این رسامی؟ این رسم نصیحت کرده. خو نصیحت کردن چه پیام و مفهوم قشنگ داره این رسامی؟ بله. اما نصیحت کردن است که کلانا یا هم بعضن هم خورده هم نصیحت میکنن. خودت تا حالا کسی نصیحت کرده؟ بله زیاد. کی؟ مادر جانم. مادر جان. یک نصیحت هم تو دوست داشتنی و قشنگ مادر جان که هیچ وقت از فکر دور نمیشه رو بر ما بگو. وقتی بیرون رفتی متوجهت باش. از این که دیگه یعنی مادران هم میتونن متوجه اولاد و فرزند خود باشن که همه در فکرشان است و همه قدر یعنی بر پیام میرسانن، نصیحت میکنن که متوجهت باشی یا هم به فکر خودت باشی. بسیار مفهوم خوب داشت تصویری که خودت رسامی کردی، بدیر همچنان به دوستان نشان بدی. این رسم دختر نیمچه رس با موهایش گردنش و شپرک ده گردنش. ایده ها رو خودت یعنی از ذهن خودت رسامی میکنی؟ نخیر، از موبایل. از موبایل، یعنی تصاویر خودت میبینی و بعد شمور رو رسامی میکنی از روش. بسیار خوب. بعدی این رسمم طبیعت است، پرنده ها از طرف شب است. بله، که یک منظره خیلی خوشایند و آرام میباشم و سکوت شب. بله. و این رسمم تایمر. بسیار زیبا هستی همچنان. بعدی کمره. کمره دوز داری اتمن؟ بله. عکس گرفتن چطور؟ زیاد. خودت باز دکاسی چطور هستی؟ خوب هستم. خوب هستی، یعنی میتونی؟ بله. بعضا دوستا بین خود میگن، نمیگه من از دوستای خود قدر عکس های مقبول میگیرم، باز دوستای من از من هیچ عکس های مقبول گرفتن نمیتونن. از خودت چطور هست؟ از ما هم قسمت. اما قسمت از دوستا خوب عکس میگیری، دوستا از خودت خوب عکس نمیگیرن؟ نه، باز ما هم خوبش دوست عکس میگیری. خب بسیار خوب. بعدی ای استوغان است، گل گرفته و کتاب. خب بسیار خوب. مفهوم از این چی است اگر خودت بر ما بگویی؟ مفهوم از این یعنی کتاب، درس، یعنی مطالعه کردن. بله. که چقدر فایده هم داره و انسان باید روز حد اقل یک ساعت دو ساعت مطالعه داشته باشه. و همون شعر زیبا هم است که میگه از گهواره تا گور دانش به جوی. بعدی و یا پلنگ است. پلنگ اصلا حیوان دلخواهت است. خوبه دیگه. خوب است دیگه، ولی بسیار مقبول رسامیش کردی. من خیلی خوشم اومد و از این رسامی هایت، یعنی در طول همه قدر وقتی که خودت رسامی رو فرا گرفتی همه قدر چیزها رو تانستی که رسامی کنی. پلانای بعدی خودت چی است؟ پلانای میخوایم یک رسام موفق شوم و یک روانشناس. روانشناس، بسیار خوب. انشالله که موفق باشی و بتونی به اهدافی که در زندگی برای تعیین کردی برسی. اگر پیام گفتنی هم به دوستا داری بفرما. پیام خاص ندارم، فقط از استاد ما نذیره جان زیاد تشکر میکنم که مرا تا دو ماه در اینجا رساند. تشکر بسیار زیاد. و دوستا فراموش ما نشه که همو شماره دوستا رو همچنان به خانش بگیریم که در بخش بعدی برنامه با ما همراه می باشن و گیم های جالب کمرشون اجرا میکنیم. شماره 12 در جمع شما کی از دخترها؟ شما هستین و شما هستین. انشالله در بخش بعدی برنامه شما در عزیز دعوت میکنیم با ما همراه می باشین. جا داره تشکری هم بکنیم از حامی مالی برنامه با نوشیدن انرژی آیس کینگ. قدرت واقعی را حس کرده و از لحظاتتان لذت ببرین. شما میتونین آیس کینگ نوشان بکنید. در کنار شما هم هست، عزیزا شما هم آیس کینگ خریداری کنین. انرژی واقعا خوشمزه است و در این گرمی هم که خیلی کیف میکنه. با ما هم همراه باشین. بخش پایانی برنامه با جذابیتش با همون گیم های جالبش هنوز پابرجا است، ولی که میان برنامه کوتاه داره. برگشتین عزیزای بیننده، ادامه برنامه امشب است. رسیدیم به بخش پایانی برنامه. دو مهمان عزیزه که همراهشان تا فعلا هم معرفی نشدیم، خوب است که همراهشان معرفی شویم و اسمشان هم بپرسیم. خوش آمدین خواهر عزیزم، خودتان هم به برنامه از شما شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب. هدیه بشر دوست هستم. هدیه جان عزیز خیلی خوش آمدی خواهر ما. شما خدا بسم الله الرحمن الرحیم. یک سلام و عرض ادب به بیننده های عزیز و شما. یکی از اشتراک کنندگان امشب هستیم. اسمتان؟
عایشه. عایشه جان عزیز شما هم خوش اومدین. عایشه و هدیه چی رابطه دارن با یکدیگر؟ دوست هستین. دوست هستین. چقدر وقت میشه؟ یک دو ماه میشه. یک دو ماه میشه که دوست هستین، یعنی هنوز دیگه قدر با عادت های یکدیگه تون بلدیت پیدا نکردین؟ نه پیدا کردین. پیدا کردین. عادت بده همسایه هم هستین؟ خو خو تنها دوست نیستن، همسایه هم هستن. یک عادت بده هدیه را بگو. هدیه عادت بد نداره. هیچ عادت بد نداره. یک عادت بد عایشه را بگو. نداره عادت بد. خوبشه بگو. خوبش اجتماعی است. یک عادت خوب هدیه را بگو. هدیه جان اجتماعی است. اجتماعی است. خود دو نفر اجتماعی دیگه حتما با یک دیگه خود جور میان. اگر نه که یکشان اجتماعی می بود یکشان اجتماعی نمی بود، ناممکن بود که بین یک دیگه تان جور بیاین و دوست شوین. بسیار خوب. هدیه جان و عایشه جان عزیز، دو دوست عزیز که امشب کنار ما هستن، سه کارت داریم ما. کارت سفید، آبی و طلایی. بازی کارت سفید هم که بازی حدس است. ما پنج کلمه را به عایشه نشان میتوم. عایشه هم باید در 10 ثانیه مشخصات چه به هدیه بگویه. اگر هدیه هم در 10 ثانیه حدس بزنه که اسم چی است، میتونند که امتیاز بگیرن. در غیر از او امتیاز گرفتن نمیتونند. ما کلمه اول به عایشه نشان میتوم، ببینیم که کدام کلمه می باشه. زمانت هم شروع شده. یک حیوان است، دراز است. مار. یک تشویق داشته باشیم دخترا. بسیار ساده گفت یک حیوان است که دراز است. معلوم دار اونا هم حد زدن که مار است که جواب درست هم همین مار بود. بسیار خوب پیش رفتین در اولین کلمه. انشالله که در دو کلمه دیگه هم همه قسم خوب پیش برین که بتونین دو امتیاز دیگه را هم حداقل بگیرین که برنده یک کارت سفید ما باشین امشب. بعدی را برات نشان میتم. زمانت هم شروع است. یک حیوان بسیار کوچک است. موش؟ نه خیر، زیاد کوچک است. پشه؟ دروی. مگس؟ نه، کوچک است زیاد. ننه کیکو؟ نه. زمانتان هم کوچک است زیاد. یک حیوان بسیار کوچک زحمت کش است. دیدی که این حالا فامید؟ خب اسم امو حیوانم مرچه بود، ولی متاسفانه شما زمانتان تکمیل شده بود که پاسخ دادین. ما امتیاز برتان داده نمیتونیم. تا فعلا یک امتیاز گرفتین، دو امتیاز دیگه همچنان نیاز دارین، سه کلمه هم باقی مانده. میریم سراغ کلمه بعدی. خب شروع کن. یک حیوان است، در دریا زندگی میکنه. ماهی. یک تشویق دخترها داشته باشید. کلمه که انتخاب شده بود ماهی بود. تانستن که از ماهی هم امتیاز بگیرن، دو امتیاز را تکمیل کردن. فقط مانده دیگه یک امتیاز دیگه که یک امتیاز دیگه برنده کارت سفید ما امشب میشین. میریم سراغ کلمه بعدی. زمان یک حشرت میگردن. مگس. پشه. یک تشویق داشته باشین. گفت یک حشره است، میگزه. خودت گفتی مگس. مگس کدام وقت گزیده کسی را؟ خب باز پشه گفتم. خب باز پشه گفت. دلش کرد ولی در شروع اول مگس گفتی. حتما مگس کدام وقت گزیده خودتا. چطور؟ خاطره جالب از مگس داری؟ نه. نداری؟ آزارت نداده گاهی وقتا؟ داده. خب این نمی خاطره جالب میشه دیگه با آدم. یادت هست؟ آه. خب بر ما قصه کن. خب یک روز خواب بودم، پکرم چالان کرده بودم در زمین. پکر وقتی که چالان میکنه مگس خواب در روی ما نمیشینه. اما بازم در روی میشیشت. یک باز من از خواب بیدار شدم. خب یعنی نارامت کرد دیگه. باز چقدر آدم یک رقم نارام میشنه که یک کس بیدارش کنه از خواب یا مو مگس اینا. خب دوستای ما تانستند که برنده کارت صفحه چند رای یافتند به مرحله بعدی ما که کارت آبی است. کدامتون رسامی میکنین؟ من میکنم. خودت میکنی. ما و هدیه جان میریم پیش تخته. عایشه عزیزم که همینجا میباشه و ما برش کارت سفید هم تقدیم میکنم که برنده شدن. این هم کارت سفید برنامه است که تقدیم به عایشه عزیز. خب هدیه جان قسمه که خودت میبینی، ما اینجا از 1 تا 10 شماره داریم. خودت 20 ثانیه زمان داری. در 20 ثانیه هر تصویر که انتخاب شده بود را باید رسامی کنی. حداقل اگر دو امتیاز را بتونی بگیری میتونی که برنده شوید. شماره چند؟ شماره اول. شماره اول انتخاب کردن. من شماره اول به عایشه نشان میتونم. عایشه زمانت هم شروع شده. تصویر بسیار ساده است. اگر درست رسامیش کنی میفهمه که چی است. زردک؟ نه خیر. قلم؟ یک کم دوگام یکان چیز اضافه کن که فهمیده شه که چی است. خودت هر چی که در ذهنت میایه میتونی بگویی. قلم؟ زمانت بسیار کم مانده. 2، 1 و تمام. مرد. حالا هر قدر که برش نقل بتینی فایده نداره چون زمان تا تکمیل شده. خود دخترها به نظر شما چی باشه؟ مایک. یکی گفت کلی، یکی گفت مایک. به نظر شما؟
خو تاثیری که انتخاب شده بود قاشق بود، متاسفانه او قاشق به قاشق بسیار تفاوت داشت. از این خاطر ما امتیاز دادن نمیتونیم بر دوستای ما. شماره بعدی چهار، شماره چهارم را انتخاب کردن. ما شماره چهار را برات نشان میتم عزیزم. زمانت هم شروع شده. تصویری بار واقعا ساده است. انشاءالله که بتانن امتیاز بگیرن. سیب. سیب. یک تشویق دخترم بکنیم. تصویری که انتخاب شده بود سیب بود. یک تصویر دیگه مانده، یک امتیاز دیگه. انشاءالله که بتانن از او تصویر یک امتیاز را پوره کنن. برنده کارت آبی ما همچنان شوند. را بیافند به مرحله آخری. خب. اما تو ادامه میتونی عایشه رو دعوت کنی به خاطر رسامی؟ خب بخیر خودت هدیه جان میتونی که در جایت بری. عایشه آمد، ببینیم که عایشه چقدر مهارت داره در رسامی. این بار هدیه جان یک شماره انتخاب کن. هشت. شماره هشتم رو انتخاب کرد. و شماره هشت رو برات نشان میتونم. زمان تام شروع شده. تصویر بسیار ساده است. آفرین عجله کو، خودتم هرچی که در ذهنت میایه بگو که کشتی زمانتان تکمیل نشه. یک تشویق هم بیشترا داشته. تصویری که انتخاب شده بود کشتی بود. خب دختران میخواین که ادامه بتین یا میگین که جایزه کارت آبی را میگیرین؟ اگر برنده کارت طلایی شدین که جایزهش از آن شما میشه، ولی اگر برنده نشدین باز میرین جایزه کارت سفید را میگیرین. چی میکنین؟ کارت آبی را جایزه ادامه میتن. خیلی مارکر را گرفته بیا با خودت. دوستای ما ادامه میتن، ببینیم که میتونند که برنده شوند یا هم خیر. هدیه جان عزیز خودت هم میتونی که بیایی ای را بگی خودت و ای را هم به شما میتیم که بازی را شروع بکنیم، ببینیم که دوستای ما میتونند که برنده مرحله سوم ما همچنان شوند یا خیر. خب دوستای عزیز رسیدیم به مرحله پایانی گیم های ما که بازی پشت به هم و بازی کارت طلایی است. سه پرسش از دو دوست عزیز ما میپرسم. سه پاسخ یکسان باید بر ما ارائه کنند. اگر بتوانند که حداقل دو امتیاز بگیرند برنده مرحله ما همچنان میشن، جایزه از آن خود میسازند. من شروع میکنم. اگر تا یک ماه فقط بخواین یک غذا را بخورین، او غذا کدام غذا می باشه؟ زمان دوستای ما شروع شده، ببینیم که دوستای ما چی جوابات را میتن و یکی دوست هستن چقدر میفهمند که یک دیگهشون چی را هم خوش دارن. خب تکمیلم کردن. از هدیه شروع میکنیم. هدیه جان چی نوشته کردی؟ پیزا. و شما چی نوشته کردین؟ اقدر هم آهنگی داشتن که جوابات هر دوشون یکسان بود، یک امتیاز گرفتن. میریم سراغ بعدی. کدام ویژگی دوستتان را دوست دارین؟ زمان دوستای ما شروع شده، ببینیم که دوستای ما چی ویژگی را نوشته میکنن و کدام ویژگی دوست خود دوست دارن. تکمیل کردن. عایشه جان هم تکمیل کرد. عایشه چی نوشتی؟ اجتماعی بودن. اجتماعی بودن و اجتماعی شما بودن. اجتماعی بودن. یک تشویق هم داشته باشین. نیاز نیست که ما پرسش سیومی را از دوستای ما بپرسم، چون که دو پرسش از جواباتشان یکسان بود. اقدر نام خدا هماهنگی بین یکی دیگه خود داشتن. برنده کارت طلایی ما شدن. این که جایزه چی است ما هم نمیفهمم. میریم در جای خود جایزه را به دوستای ما تسلیم میکنیم. خب این هم ظرف است که جوایز کارت طلایی ما است و یکی را خودتان انتخاب بکنین. قبل از اینکه شما به خانش بگیرین، من یکم باش که ازتان بپرسم. خب جایزه ای که امشب دوستای ما از آن خود ساختن، اما اجاق گاز است که میتونه که بخیر طرف خانه ببرین. ناسوز است و در خانه زیاد استفاده هم میشه. میتونه که دیگه امو دیگای مزه‌دار است سرش پخته کنین و نیاز هر خانه هم است. اگر پیام گفتنی هم دارین بفرمایید. نخیر پیام خواستم. هدیه جان نخیر من کلم پیام خواستم. تشکر بسیار زیاد از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. عزیزایی که میخواین در برنامه خودشان برنامه امشب اشتراک کنند، شماره واتساپ برنامه ما 0711 99 52 67 در خدمت شما عزیزان است. میتونید که پیام بگذارین. شبهای بعدی حتما دعوتتان میکنیم. داشته های امشب را همینجا به پایان میرسانیم. تا فردا شب شما را به الله متعال میسپارم. خواب راحت داشته باشید.